مهمونای عزیز دلم، خوش اومدید به دومین قسمت از چالش بلایند دیت تو کانال تاکسیک تیوی یا همون شبکه سمی خودمون که تازگی اسمش رو عوض کردیم. میتونید چشمانتون رو بردارید و با من آشنا شید. با من که آشنا هستید. خوش اومدید آقا نیما، هستی خانوم. خوب هستین؟ خیلی خوش اومدید. امروز خیلی سوالای چالشی براتون آماده کردم. با هم بحث کنید. هیچ محدودیتی ندارید، راحت باشید. تاشم که هم دیگه رو می‌بینید و دیوار بینتون رو برداشته میشه. ولی خب قبلش نمره به هم قرار بدید. اوکی؟ بله. پس خیلی با دقت سوالا رو جواب بدید و خودتون باشید. سلام، من نیما داره 8 میشه 21 سالم و در خدمتتونم. سلام، منم هستیم 17 سالمه و منم در خدمتتونم. خیلی خوشحالم و استرس دارم. من 17 سالمه. 17 رو به 18. اوکی. در مسیرم. فکر کنم تو تا الان جوان‌ترین شرکت کننده مونی. نیما شما چند سالته؟ فروردین میشه 21 سالم. ایول. خوشت اومد. خوشت اومده. هستی با اختلاف سنی که دارید اوکی؟ آره. تو چی نیما؟ نظرت اوکی؟ اوکی. شغلتون چیه؟ من الان دو تا کار دارم میکنم. یه کار دانشجو توی شرکتی مشغولم. یوتیوب هم تازه استارت زدم. بچه‌ها میتونن ساب کنن. همکاری پس؟ همکاریم بله. همکاریم کردیم. همکاریم. هستی تو هم کار میکنی؟ بله، من توی بخش تولید محتوای مجموعه پوشاک کار میکنم. یعنی ادمین تولید محتواشونم و خب بلاگ هم که هست. آقا جفتتون به نظر میاد که تو خط تولید محتوایید. نظرتون چیه؟ همکار هستیم. اولین تفاهم پیدا کردیم. به نظر میاد دو نمره مثبت. یه نمره مثبت. دو نمره من دادم حالا. هدفت از داشتن رابطه و اینکه خب تو رابطه دنبال چی هستی اگه بری تو رابطه؟ در کل دنبال رابطه های کوتاه مدت. نه واقعا پول نه، دنبال رابطه های بلند مدت هم، یعنی اینجوری که یه روز با این باشم یه روز با اون باشم. اصلا همچین آدمی نیستم چون که زود وابسته میشم. رابطه جدی اگر بخوام شروع کنم آقا نیما ازدواجی هستی؟ ازدواجی هستم. نه من تا حالا به ازدواج فکر نکردم. نظرت چیه کلا راجع به ازدواج؟ چون ما از همه این سوالو میپرسیم. ازدواج به نظرم آخر یه رابطه خوب میتونه ازدواج باشه حتما. ولی اینکه من ازدواجی باشم نمیتونم خودم اینجوری معرفی کنم. ولی خب اینکه میگه دنبال رابطه بلند مدتم، من خودم اینجوری ام. برای پانو مثبته. آره 100% رابطه بلند مدت. آدم وقتی وارد رابطه میشه نمیگه برم برای ازدواج که باید یه تایمی با طرف باشه ببینه اصلا میتونن با هم دیگه کنار بیان. هستی الان اولین دیتتونه، فرض کن اصلا توی کافه رفتی با نیما مثلا قرار گذاشتی، نیما اون تو اون دیت اول چه حرکتی بزنه کلا کنسله برات، یعنی دیگه نمیتونی ادامه بدی بیجوره باشی؟ در کل پسری که به خودش نرسه، نه پسر، هر آدمی که به خودش نرسه از نظر من کنسل. چه استایلی مورد نظرت واسه پسر؟ نظر تیپ و لباس، حالت عادی وقتی میاد بیرون خواد بره یه کافه جایی مثلا اصلا برات مهمه؟ آره خیلی برام مهمه. خب اصلا یکی از اولویت هامه. خب حتما بگو راجبه صحبت کن. کلن مرد باشه میدونی، مثلا استایل های اولدمانی رو خیلی میپسندم، پیرهن و چرا هر کی میاد تو برنامه ما استایل اولدمانی میپسندم؟ به خاطر اینکه آقای اینطوری جذابترن، بعد اصلا از استایل های لش و اینا که خیلی بدم میاد. بعد یه سری حرکت دیگه هم بزن کنسله، مثلا کالج با جوراب بپوشه کنسله، شلوار اسکینی کوتاه بپوشه کنسله. تو چی نیما؟ من استایل یه دختر نمیگم مثلا باید فلان چیزو بپوشه، من یه نگاه کلی میکنم ببینم به تنش اومده و قشنگه تو اون لباس، حالا هر چی باشه. هستی خیلی حال کرد با نظرت. آره یا هر مثلا ممکنه اسمای استایل دخترم زیاد نمیدونم، ولی مثلا با اون استایل خوب باشه من فرق نداره زیاد برام. من نتیجه کاره به نظرم. خب من سوال بپرسم مثلا آه. اسپورت لش چه میدونم؟ گفت دیگه ببین کلاسی. یه دختر هست با مثلا تیپ لش خیلی خوبه، یه دختر هست بعد آدم همیشه یه استایل تنش نیه که هر نه یه دونه استایل نداره داره. ولی خب مثلا با لباس ورزشی فهم نمیشم برم کافه، میدونی به چی میگم؟ ولی با پیرن میرم کافه، داستان اینه. منطقی. نیما تو چی راجع به کنسل شدن یه دختر تو قرار اول؟ آدمی که کلا به نظرم تکلیفش با خودش مشخص نباشه برای من خیلی کنسله. مثلا یه وقت بیاد یه حرفی بزنه از اکسش توی دیت اول، یا مثلا بگه با فلان پسرم من صحبت میکنم و اینا، خب مثلا میگم که اصلا چرا با من اومدی تو دیت؟ این کامل کنسل میشه برام اگه ببینم تکلیفش اون مونده رابطه قبلیش هنوز. آره آره خیلی چیز بدی به نظرم. هستی هم موافقه با؟ آره سرت کم میدم کامل. هستی یه ذره چیز کنیم، میخوام از ظاهر و تیپ و استایل نیما واسط بگم، یه جورایی باید خط بدم ببینیم نیما چه شکلیه. اول بگو که ریش داشتن یا نداشتن برات مهمه؟ نه باید به طرف بیاد یا نه، یاد فکر میکنی نیما ریش داره، ریش بلند داره یا تریش داره یا اصلا هیچی نه؟ صداش خیلی بیبیه، فکر کنم تریش داره. صداش بیبی به نظرم صدای خیلی بمی داره، ولی به نظر تو بیبیه صداش. خب مو چی؟ مو بلند کوتاه؟ ماش معمولیه فکر کنم.
عادی. آره عادی. یعنی با کش بسته. رنگ پوسته می‌کنی مثلا خیلی سفیده، خیلی متوسط، رو به سیاهه، چیه؟ گندمیه. نه نه وایس، بوره بوره. هستی؟ قد واسه دختر خیلی مهمه. خیلی. واسه مهمه؟ خیلی. نیما مثلا نظرت قش چقدره؟ بلند کوتاه؟ شما سمندونم یه بذار اینجا قدش هم بلندتره. آخه باشه. خیلی دختر هم قده تا، ولی خب پسرا بیشتر معمولا بلندترن. تو نظر خودتو بگو. بلندتر باشه ازم؟ آها این مهمه برام. آره. مثلا 2 متر باشه مهمی برام. خب باید هم بیایم دیگه من الان. به نظرت 2 متر باشه برام نمیای؟ نه خب خیلی تفاوت داره. خیلی تفاوت داره. نیما تو چی هستی اینجوری که گفتن مثلا قدش کوتاه؟ اوکی. یه تا میگی بعد برام بیایم. قد من اتفاقا خیلی دختر قد بلند زیاد خوشم نمیاد. تایپ من نیستن قد بلند. تا اینجا یه نمره مثبت. چه سبک موسیقی گوش میدین؟ من واقعا همه نوع سبک موسیقی گوش میدم. یعنی از مثلا آهنگ گنگ روسی دارم تا آهنگ لاو ترکیه‌ای، ولی خب بیشترین چیزی که گوش میدم رپ فارسیه. چه خواننده ای؟ الان نسل جدیدیا خب دکتر و پوری و اینا رو گوش میدم، نسل قدیمم جاهین تتلو 100% اینا همه رو گوش میدم. منم دقیقاً پلی لیستم از همه چی هست دیگه، از شاهین نجفی هست تا کی؟ نه نمیتونی؟ چرا با شوخی میکنی؟ من میخواد شاهین شه. شاهین میشم من خودم شهر بچه من شاهین نجفی. همه چی گوش میدم واقعا من تو هر سبکی، ولی خب بیشتر پاپ و رپ های قدیمی. دوستان داره خطرناک میشه دیت، چون همینطور داریم نمره های مستد نگیم، مجبورم مثل سواله بپرسم که ذره اختلاف با خیلی ها اینجوری همه موسیقی گوش میدن دیگه. آره ولی تقریبا همه همینجوری هم. نیما مشکل نداری که هستی قبلا دوست پسر یا اکس داشته باشه؟ با این مشکل ندارم، ولی با تعدد اینا چرا؟ منظور چیه؟ مثلا یکی که تو این سن و سال بالا مثلا 4-5 تا اکس داره به نظر من عالیه. بعد هستی تو چی اگه نیما با کسی در رابطه بوده باشه چی؟ آخه خیلی طبیعیه، طرف منتظر من نبوده تو زندگیش تا من یه روزی بیام برسم باد. لاجیکال فکر می‌کنی. آره دیگه خب آخه طبیعیه. شانسه یا اون آدمای مقابلش خوب نبودن. خیلی آدم بادرکیه. من رو این ولی بحث دارم. بنظرم 2-3 تا نهایت خوب نبودن واسه یه آدم. بعد یه ذره میره بالا یه ذره خطرناکه به نظرم. شاید مشکل از خود اون آدم آفرین. ولی من قبول ندارم. میتونه واقعا میگم آدم مقابلش گفتم بعد هر کسی نمره منفی بهتون بدم همین. هر کسی 100% نیست، قاعدتا این سری مشکلاتی داره دیگه. اخلاق برای تو به نیما بگو. اخلاق بدم و بدترینش رو بگو. چیزی که فکر میکنی شاید تحمل سخته. شب و زود میخوابم. اصلا اخلاق بده این. آخه بعضی از پسرا اینجوریان که میگن باید بر من وقت بذاری و اینا، من شب مثلا شاید 11-10 اینا بخوابم. نظر چیه؟ به نظر مثلا چیز خوبی هم هست یکی شب زود بخوابه. یعنی اوکی باش. بدترینش نیست ولی یکی از بد. تو هم میتونه بگو به اصلی. من خیلی آدم روکی هم. یعنی ممکنه طرف مقابلم یه وقتی ازم ناراحت شه، چون حرف تو دلم نمیمونه میگم. بعد بیانش میکنی یا نه؟ نه دیگه مثلا با این چشمند حال نکنم میگم من با این حال نمیکنم. روکه هیچ مدل دیگه ای نمیگم. با شعور داریم، روکه کم شعور هم دیگه. یه مرز خیلی بارو نمیدونم با شعور هم یا شعوری هم دقیقا. چه این خیلی مهمه و هر کسی نمیتونه رعایتش کنه. سطح تحصیلات دارت مهم مثل هستی؟ قاعدت مهمه؟ بله. این برای تو چی؟ برای منم مهم میگه سطح تحصیلات. چیه تحصیلاتش رو من نمیدونم. بپرس ازش. تحصیلاتتون چیه؟ من دانشجو کارشناسی هم دیگه. هنوز تموم نشده. کارشناسی لیسانس. رشتم رو بگم، من مدیریت مالی میخونم تو علوم تفریحات. تو چی میخونی؟ من تولید محتوای الکترونیکی کامپیوتر. اصالتم به کجا میرسه اصالتتون؟ شاید سخت پرسیدم. خیلی چی شد یه بار دیگه؟ اصالتا کجایی هستید؟ اینجوری بعد بپرسید. خودم که تهران، مامان بابام هم تهران، ولی اصالت هم میشه گلپایگان. میدونید سمت کجاست؟ گلپایگان سمت اصفهان. آفرین دقیقاً. شما چی؟ تو گلپایگان همه پایه گلن. من اصلا گلپایگان رفتم خودم. خوشحالم. منم که خب اصالتا ساوه‌ای هستیم دیگه. چه خفن. چرا؟ چرا؟ چه دلیلی داره؟ باش خاطراتی که ما با هم جاده ساوه داریم. صد درصد جاده ساوه و ما این بده. هستی یه پسر وقتی میبینی برای اولین بار، اولین چیزی که جلب توجه میکنه چیه؟ فیسشه، عطرشه، بوشه، لباسشه، تمیزیشه، پولشه، ماشینشه؟ دو تا گزینه میگم، یکیش استایلشه اولی، دومی هم خب اینکه بو خوب بده دیگه. عطر حتما ببره. آره خیلی. تو چی مثلا فیس دیگه؟ دو همین که پرسیدی به ذهنم افتاد. من تو نگاه اول چی فکر کنم؟ به لبخند یه دختر من اولین چیزی که نگاه کنم. رمانتیک شو. واکنش نسبت به خیانت چیه نیما؟ خیانت ندیدم تو حالا. من فرض کن توجیه داره؟
نه نداره توجیه. بخشیدنیه؟ بخشیدنی هم نیست به نظرم. نه بخشیدنی. موافقی؟ خدافظی. اصلا یه کشور بگو اگه بخوای تا آخر عمرت اونجا زندگی کنی. با چه سوال؟ نمیدونم میشه اول نیما بگه. اول نیما بگه. من 100 درصد آمریکا جای زندگی. نمیدونم اصلا فکر نکردم بهش. سوال عجیبی. دوست داری ایرانو؟ دوست داری مهاجرت کنی یا نه؟ دوست دارم به مهاجرت فکر کردم ولی به اینکه کجا تا حالا فکر نکردم. تو فکر می‌کنی به مهاجرت؟ من فکر می‌کنم ولی همیشه به این نتیجه میرسم که من مهاجرت نمی‌کنم. آدمش نیست. نیستم واقعا. بیا اولین نمره منفی. آره و اینم برام مهمه که پارتنرم هم تو فکر مهاجرت هست یا نه، چون دوست ندارم کسی که میخواد بره من تو زندگیش باشم. هستی آدم شکمویی هستی یا چجوریه ای؟ برعکس اون چیزی که همه فکر میکنم من خیلی آدم شکمویی‌ام. خیلی. غذای مورد علاقه چیه؟ من غذای مورد علاقم ایرانی بگم کباب قطعا، خارجی هم لازانیا خیلی دوست دارم. من همه چی دوست دارم، همه چی میخورم. من هم اینجوری هم، ولی دیگه پرسیدی مورد علاقه تام یعنی مورد علاقه تو. همبرگر و سیب زمینی خیلی دوست دارم. سیب زمینی سرخ کرده با همبرگر خیلی دوست دارم. وای گشتم شد. با چاق بودن یه پسر مشکل داری؟ چاق بودنش نشون از اضافه ورز داشتم نگه ورزش نمیکنه. من برام مهمه که مهمه برای ورزش کنه. آره خیلی برام مهمه. به نظر نیما ورزش میکنه بدنش مثلا بدن خوبیه یا یه لاغر معمولیه؟ به نظر یه لاغر معمولیه. ورز لاغر معمولیه. آره نه توپله نه خیلی لاغر، مثلا معمولیه. خب نیما اصلا بدن معمولی نداره، بدن خیلی بدن سازی شده داره. واقعا؟ آره گفتم به عنوان یه پوهن مثبت بهت بگم. نه گول نیست. نه بدن رو فرمی داره. خیلی بدن رو فرمی داره. نیما تو چی برات مهمه؟ دختر توپل باشه، اسکینی به قول خودمون باشه، اضافه وزن داشته باشه، ورزش کنه نکنه؟ فیت بودن دختر برام مهم هستش، چون خودم سعی کردم همیشه تو زندگیم یه بدن فیت داشته باشم. فکر می‌کنم اسکینی پسندی پس با این حساب. اسکینی پسندم. چون میگی فیت. توپر خوب خوبه. توپر خوب. اوه. آره. آیا به همه بزرگترها هستی باید احترام گذاشت؟ نه هر بزرگتری احترام نمیاره، احترامی که احترام میاره. منم معتقدم که نه، بعد یه مشکلی هم کلن دارم با یه نسلی به بعد توی ایران. چرا؟ حس میکنم پاک و سال 57 بود. آره یه کارایی کردن که من متوجه شدم. اوکی اوکی اوکی. یه سوال بپرسم، نمیدونم تو سوالتون هست یا نه، مشروبات الکلی، مواد مخدر؟ الکلات مشروبی هست تو سوال. الکلات مشروبی شرکت کننده قبلی مون گفت الکلات مشروبی. الکلات مشروبی راجع خودم بگم؟ بله. نه راجع من مشروب باشه مناسبتی میخورم، اینجوری نیستم بگم بچه‌ها الکلی نیست بشینیم مثلا بخوریم. یه تولدی باشه، عروسی باشه، چرا 100 درصد؟ سیگار چی؟ سیگارم نمیکشم. بعد در تو مهم طرف مقابلتون برای من فرقی نداره، فقط دراگ نزنه. قلیون میکشیره؟ قلیون ما جمشیم امکان نداره نکشیم. نیما مدل موه دختره برات مهمه؟ رنگ و مدلش و بلندی کوتاهی؟ چون موه دختره چیزیه که باز اینم میگم اون نتیجه کار به نظر من مهمه. یکی از مثلا موهاش پسرونه است خیلی خوشگله، یکی هم از با موه بلند خوبه، یکی با بلوند خوبه، یکی با فرباز یا صاف باز؟ صاف. با فر مشکل داری؟ مشکل ندارم، بازم میگم یکی موه فر بهش میاد. و هستی موه فر میاد به نظره؟ شاید فر باشه. تصوری از هستی و موش ندارم. صداشه که داری میشنم؟ ولی موهاش فره نه؟ میتونستی برگردی به گذشته اتفاقی بوده یا چیزی بوده بخوای تغییرش بدی الان؟ 100 درصد. یه سری آدمایی که اومدن تو زندگیمو بهشون اجازه نمیدادم که بیان و زندگیمو خراب کنن. حس نمی‌کنی اونا بعد میومدن یه چهار تا درس بهت بدن؟ نه آخه من درسامو زیاد گرفتم. چون اگه نیان خام میمونه شخصیت. همون لحظه هم میدونستم که اشتباهه ولی راشون دادم تو زندگیم دیگه. تا چی نیما؟ من گذشتمو تغییر نمیدادم، چون چیزی که الان هستم به خاطر اتفاقاتی بوده. آقا 10 نمره مثبت. من خیلی باحال بودم. افتاده و هیچ چیزو تغییر به نظرم من با نیما میرم دیگه دوستا. بیا من میام. اصلی پول یا اخلاق؟ اخلاق. داری دروغ میگی دیگه؟ نه. به علی فکر نکنم هیچ کس بیاد بگه پول. پول هم مهمه. پول هم مهمه ولی اول اخلاق. نیما به پارتنرت دوست داری کادو زیاد بدی، کادو بگیری چجوریه؟ کادو گرفتن که کسی فکر نکنم بعدش بیاد. خب من کادو زیاد گرفتم بعدم میاد. مثلا حس بدی پیدا می‌کنم. یعنی بهت کادو بدم حس راست میگم. ممکن آدم معذب شه. راست میگم. نه متوجه شدم چی میگی. آره دیگه بهش خیلی فکر نکنم. آره کادو دوست دارم بدم، کادو هم دوست دارم بگیرم. خیلی آدم پرتوقعی نیستم تو رابطه و چیزای خیلی گرون و اینا هم نمیخوام. من محبت دارم. یه آیفون 15 کافیه. آره یه آیفون 15 پرو. نه با چیزای کوچیک کلا خیلی معروفم به اینکه خیلی آدم خوش ذوقی ام. با چیزای خیلی کوچیکم خوشحال میشم. هستی؟
سنت شکنی یا به سنت قدیمی یا پایبندی؟ نه پایبند نیستم، اتفاقا یه آدم متفاوتی هم. توی اطرافیانم آدم خاص نه به عنوان خوبا تفاوت دارم. آره. ولی خب اونجوری هم نیست که آدم عجیب غریبی باشه. سنت شکنم که سنت نمیتونم، کلا آدم میگم که دوستم قانون رو بشکنم. لذت میبرم مثلا همه این وری برن من اون وری برم، دوست دارم. ساز مخالف. لجبازی؟ لجبازم لج میکنم، لجباز نیستم. ولی میشه لجباز جواد خیابانی دو. نه جواد خیابانی دو برگردونم. یوتیوبرم ولی یوتیوب کار نمیکنم. ماین دیگه آقا میگم حالا بعدی گفتید هستی یه خوبیت هم به نیما بگویم، خوبیت ها که فکر میکنه خیلی چیز خوبیه. یه خوبیم لایف استایل سالمی دارم، کلن آدم ورزشکاری هم به تغذیه هم سعی میکنم برسم و کلن از این دختره خوب خانواده. با پدر مادرت خیلی اوکی؟ آره خیلی خانواده هم خیلی. من بعدی ما گفتم رک بودن، خوبی من به نظرم ساده بودن و رک بودن همه. نه میگم واقعا چیزی من اگر اشتران من دیگه فکر نکنم مثل من بیاد دیگه مثل من نمیم. یه جایی بعد یه جای خوب دیگه، من واقعا لذت میبرم طرف مقابلم صادق باشه با هم، ولی خب یه وقتایی هم اون صداقت ضربه میزنم. میخوام جفتشون رو تخریب کنم، بریزم اتون پایین آدم آب بخورم. هستی به نظر آدم با سواد و با شعوری هستی؟ روابط اجتماعی بالایی دارم. ببینی هستی؟ بله خیلی باید جواب بدی. به نظر آدم با سواد و باشوری با فرهنگی هستی؟ باشور با فرهنگی هستی؟ بله. 5 تا کتاب نام ببر. یکیشو گاف بری تمامه. بیشوری، زندگی. زندگی؟ شازده کوچولو، سنگ کاغذ قیچی. راضی هم ازه؟ نه راضی هم ازه. خوندی اینا رو دیگه؟ آره. آقا نیما جونم 7 تا کتاب نام ببر. من نگفتم آدم هفته کتاب. نه حالا جدی اهل مطالعه هستی؟ یا خیلی کتاب؟ نه اهل مطالعه نیستم ولی کتاب خوندم تو زندگی. خیلی ممنون. بابا چرا این چطور؟ اونو به دومون نبذار. اهل مطالعه میشه یه استاد دانشگاهی که 24 داره کتاب میخونه، ولی خب من کتاب خوندم. علوم دوم دبستان رو خونده. برای من خیلی مهمه این قضیه که فیلم بین باشه، مثلا چند تا سریال دیده باشه بتونیم با هم صحبت کنیم طرف مقابلم. تصدیق میخوام ببینم که تو فیلم و سریال باز هستی یا نه. الان جدیدن خیلی وقت آزاد کمی دارم ولی آره میبینم، مخصوصا انیمیشن هم که زیاد میبینم. انیمیشن چیا دوست داری؟ هتل ترانسیلوانیا رو خیلی دوست دارم. نیما خوشش نمیاد. آره کارتون قشنگه. کارخونه هیولا رو خیلی دوست دارم. کارخونه هیولا فیوریتم. آره منم یکی از مورد علاقه. باب اسفنجی چی؟ آره اونم خیلی دوست دارم. نیما تو چی کارتون بگو؟ چرا کارتون بگم؟ خب سریال تو سریال بگو. من خیلی سریال دوست دارم. سریال مورد علاقه من بریکینگ بد، گیم اف ترونز رو خیلی دوست دارم، بدر کال سال رو خیلی دوست دارم، آفیس رو خیلی دوست دارم. هستی دیدی اینا رو که نام بود؟ دو سه تاشو دیده بود. اوکی که پارتنر دوست صمیمی جنس مخالف داشته باشه؟ سوال خوب. نه واقعا. سوال خوب. نه. جفتتون نه. نه من جوابم نه نبود. جوابم نه الان که فکر کنم. آره جوابم نه. اینه من نزید بیرون. نه آخه میدونی مثلا میبینید یه اکیپین همه با هم نه 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 دوست صمیمی نه 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 شخصا باشه نه نمیپذیرم. هستی زندگی ده فیلمه یا یه کتابه، اسمش چیه؟ اسم فیلم باید بگم یا یه اسم ساختگی باید بگم؟ نه کن بخوای زندگی تو یه کتاب بنویسی. ببین هستی زندگی تو الان داشتی یه کتاب می‌نویسی ازش، اسمشو بگو. اسمش چی میشه به نظرت؟ بخوای تو یه کلمه خودت زندگی تو توصیف کنی. عذاب. نه من زندگیمو دوست دارم. ایران. اول نیما بگی. اول نیما بگی. خیلی سخته. من خیلی دو روز بعد جوابتو بدم. بعد فکرام سوال سختیه ولی دوست دارم که سعی جواب بدید، چون حتما نظر قطعیتون نیست، ممکنه بعدا نظرتون عوض شه. اصلا تو فکر اصلا واقعا بخوام زندگیمو تو یک کلمه کنم خیلی سخته برام. امید. شاید من اسم کتابم میذاشتم امید. من شاید اسم کتابم میذاشتم ناامیدی. آقا کنسل خدا بگردم. خیلی قشنگ بود. امید نداری به زندگی؟ امید نداشتم که الان زنده نبودم، ولی خب نمیتونم اصلا زندگیمو بذارم امید. هستی قبول داری زندگی توی مخصوصا تو ایران برای پسرا خیلی سخت‌تر و پرچالش تره؟ بله قبول دارم. قبول داری؟ آره. ای بابا خیلی خوبه که قبول. خوبه. خیلی خوبه که قبول. چون که یه سری مسئولیت دارن که خب حالا در مقیاس جهانی در نظر بگیریم هستی زن و مرد، یعنی مؤنث و مذکر با هم برابرن؟ 100 درصد.
میشه 4 تا برابریشون رو نام ببری جز اینکه انسان الان گوشت و پوست و استخون دارن و نفس میکشن؟ خیلی سوال عجیبی داری میپرسی، این سوالت گنگه. اوریج یعنی میانگین تمام مردهای دنیا به نظرت از نظر مثلا فیزیکی قوی تر از میانگین تمام زنهای دنیا نیستن؟ من خیلی معتقدم که آقایون از نظر روحی و عقلی ضعیف ترن. خب اینم یه تفاوت دیگه. خب پس چرا گفتی خب نه دیگه نه، خب جسمی هر چیزی که اون نداره این یکی داره. پس برابر نیستن دیگه. چرا برابرن؟ من بگم داری متناقض صحبت میکنی. به نظر من زن و مرد دارای حقوق برابری هستن ولی برابر اصلا نیستن. آفرین، برابر نیستن ولی حقوق برابر حقشونه، حق هر انسانی باشه. آره. بله آره خیلی باشه. هستی شغل رویایی تو داری الان یا دوست داری به چه شغلی رویایی تو برسی؟ من خیلی بازیگری رو دوست داشتم و بلاگری که الان دارم. نیما تا چی؟ شغل رویایی من شاید عجیب باشه ولی من خیلی آشپزی دوست دارم به عنوان یه حرفه‌ای. آشپزی بلدی؟ آشپزی یک سری غذاهای محدود بلدم، اونم تفریحی انجام میدم. مثلا آشپزی نمیکنم. هر چیزی که کباب کردنی باشه رو من خوب بلدم، هم مارینه کنم. آتیش و زغال باشه همه چی میپزه واسه. آره. من راجع به ورزشکار بودن خودم گفتم، خواستم ببینم که هستی چی کار میکنه، چه رشته. من شنیدم که لای حرفاش که ورزشکارم. آره من چه رشته ای؟ سبک زندگی من بدنسازی کار میکنم و ژیمناستیک. خیلی تفاهم داره دوباره کلا. نیما عزیزترین آدم زندگیت کیه؟ تا الان کی بوده؟ یک شخص رو حق داری نام. چون یک شخص باید بگم مادرم. هستی؟ مامان. مامان تو هم. ممکنه به نظرت برن نظرتون عوض شه؟ نه. چرا باید عوض کنم؟ نه. بعد میخوام ببینم حرف خانواده تو رابطتون تاثیر داره؟ تو رابطه من خانواده ای ندارم که دخالت کنن ولی من دوست دارم که همه جزئیات زندگیمو بگم. همشو نه ولی دوست دارم مثلا وقتی میرم تو رابطه به خانواده‌ام بگم. موافقه تو هستی؟ چون من حس میکنم این داستان خیلی مشکلات. آره من خواستم ببینم اینو بپرسم. مثلا ازدواج کردین یا رفتین تو رابطه و همه چیو میرین میگین؟ نه دیگه همه چیو که دیگه بچه نیستیم مثلا مدرسه میومدیم همه چیو بگیم ولی خب میگم که مثلا با فلانی هم. آره دیگه میگم که کلیاتو میگم به خانوادم مخصوصا مادرم مثلا یه رفیق میمونه برام. من همه چیو به مامانم میگم ولی یه جاهایی بعد این گفتنه به خودم آسیب بزنه تصمیم میگیرم که نگم و اگر هم چیزی کسی ازم بخواد که مثلا مسئله یو نگم نمیگم، اینجوری نیستم که حرف ببرم بیارم. اصلا خودتو یه حیوان معرفی به نظرت؟ سگ. به خاطر؟ مهربونه، وفاداره. مهربونی؟ خیلی. خیلی. کسی که میگه خیلی مهربونم. و سادم. به سگ غذا بدی دنبالت میاد من همینجوری. آره. خب نیما خوش. آقا این نخندین پاشی صحنه. اینجا رو میذارم تو تیزه. بگو نیما. قبلا فکر کنم نهنگم الان از منش فهمیدیش کوی الان از منش و رفتار شیر خیلی خوشم میاد، دوست دارم شیر رو بخورم. چرا میخندید؟ خب عجیب جواب دادی. نیما همون یارو که اگر ستم دیگه مثل من نمیاد. آخه دوست دارم حیوونیه که دوست دارم. بابا خیلی خفنه شیر. بچه دستت رو مخصوص شیر نر. نیما دستت رو بذار روی چوب. هستی تو هم بذار ببینیم چقدر به هم میرسن دستت. نه چی؟ نه حرکتی که این چی کن احمقانی بذار با هم زمان بذاری. هستی تو هم بذار هر سعی کن دست هر چیز شیشه فرودگاه لحظه خدافزی خیلی چیز به نظر خیلی نزدیکه. نزدیکه. آیا فیلم برای قبول داری؟ تا حالا عاشق شدی نیما؟ ببین عشق یه کلمه خیلی سنگینیه برای من. حتی اصلا کونه تو آره؟ نه نه با ای آیا چی تو تو هم میشینی اینجا حواست باشه. اینو بعد مثلا 20 سال 30 سال دیگه هم بپرسیم هم بتونم بیام بگم عاشق شدم. چون عشق خود فکر کنم خیلی سنگین. ببین یه کلمه بزرگ و والاییه برای من. من 20 ساله هست میگم نمیتونم اینو جواب بدم. اصلا تو چی؟ اگر شده باشی به نظرم با اینترنت فیک بوده. اصلا این سوالات باهاش موافقم که نمیتونم اصلا بهش برسم به معنی عشق. فوبیا چیه نیما؟ ترس تو زندگی بزرگ فوبیا. ترس از دست دادن آدمای عزیز بودم. برام مخصوصا مثلا نه اسم نمیبرم دیگه، آدمایی که عزیزم برام، رفیقام، خانواده‌ام، اینا ترس از دست دادن میشن. رفیق وایس هست تو هم سوال جواب بده. فوبیا یه ترس بزرگی تو زندگی؟ از صدا موتورم میترسم. نه خیلی ترس خنده داره. مثلا من از اجسام خیلی بزرگ و سازه های بزرگ میترسم، واقعا حالمو بد میکنه. من از جنون خیلی میترسم. از موجودات ماورا طبیعی اعتقاد داری؟ سعی میکنم خیلی بهش فکر نکنم که سرم نکنم. آقا نیما یه جم بیا تو اتاق چی میگی؟ به ستانم رفیق بازی نیما؟ رفیق بازم اگه که طرفم مقابلم رفیق خودم بدونم. یعنی الان رفیقای زیادی تو زندگیتن؟ نه من اینو میگم. الان من 5 تا رفیق دارم. خب دوتاشون هم اینجا چیزی نمیگم پررو نشم ولی خب الان خواستم ببینم رفیقات
تو رابطه اولویتتن یا پارتنرت چجوریه؟ 100% تو رابطه پارتنرم اولویتم. خب آها، یعنی وقت بیشتری برای پارتنرت میذاری؟ آخه سوالش خیلی عجیب بود. تو رابطه خب هر کسی پارتنرش اولویتش باید باشه دیگه. باز تکرار کردی؟ نه خب ببین، رفیق جدا، خانواده جدا، پارتنرت هم جدا. اگه نتونی اینا رو از هم تفکیک کنی، به نظرم تو اصلا آدم لوزری هستی. اوکی نیما، به نظر تو زندگی رو آدم سخت کشیده هستی؟ سختی رو چی معنی کنی؟ مثلا چه سختی؟ ببین با چی بیشتر جنگیدی تو زندگی؟ من با خودم جنگیدم و یه اعتقادی هم دارم، به نظرم آدم اگه با خودش به توافق برسه میتونه هر چیزی که تو ذهنش رو به دست بیاره. یعنی هر رسیدی به نظر به توافق هنوز جنگی برام پیروز میشم، یعنی آخرش. ولی خب هر روز زندگی به نظرم آدم با خودش. کارت یا پارتنر تو اولویته کدومش؟ یا سعی میکنی بالانس رعایت کنی؟ بالانس قد میتونی هر کدوم اولویت کنی به اون یکی ضربه میزنه به نظرم. بیشتر هستی با چی جنگیری تو زندگی؟ از چی سختی کشیدی به نظرت؟ یا خیلی به نظر زندگی راحتی داشتی؟ نه تو من زندگی راحتی نداشتم و از ظاهر اینجوریه که خیلی من خوشبختم، همه چی دارم، ولی خب برای داشتن اینا خیلی جنگیدم و من با کارم خیلی جنگیدم. الان کار تو اولویتت یا پارتنرت؟ اگه پارتنر داشته باشی منم بالانس نگه میدارم جفتشون. به نظرم همه ادعا میکنن که بالانس نگه میدارن، ولی کمتر کسایی هستن که میتونن که بتونن این موفق باشن. البته نه، من چون خیلی آدمیم که وقتی برم تو رابطه واقعا طرفمو 100% دوست دارم، خیلی بهش بها میدم و گاهی اوقات ضربه میزنم. با هم زندگی میکنید کلا؟ نه حالا شما دوتا، کلا هر دختر یا پسر دیگه، نیما زن باید کارهای خونه رو انجام بده؟ یعنی وظیفه‌ش چجوریه؟ وظیفه نیست، ولی وظیفه هر دو طرف است که کارهای خونه رو انجام بدن. پس چرا فقط تو بری سر کار دختر خونه باشی؟ کی گفته اینو؟ باید کار کنه پارتنرت؟ بایدی باز تو اونم من الان نمیتونم بگم که زنم باید کار کنه، ولی اینکه فقط من برم هم بایدی نیست که فقط من نتیجه برسم با هم. خب این تفکر رو داری که یه سری مردان این تفکر مخصوصا قدیمی دارن که زن جاش تو آشپزخونه است؟ نه واقعا. یعنی چی زن جاش تو آشپزخونه؟ هستی تو چی؟ فقط مرد باید کار کنه، زن تو خونه کار کنه؟ یا من که تفکر خیلی شاید خنده داری دارم. من همیشه با خودم میگم یه روزی ازدواج میکنم که اونقدری به اون ثبات رسیده باشم که یه آدمی بیاد خونم و کمکم کنه، یعنی خودم کار نکنم، چون من اصلا کار خونم بلد نیستم، آشپزی هم بلد نیستم. آها منظورت اینه که یک شخصی بیاد کسای دیگه این کارو انجام بدن و تو هزینه‌اش رو پرداخت بکنی؟ یا اینکه مثلا مساوی دیگه، چون من خودم آدمی هستم که چی بلدی خوده؟ نه بلد نیستم. چرا مثلا غذای نمیخوای یاد بگیری؟ چون بالاخره دختری تاش اسم دختر روته. آشپزی بلدم، نه اینکه بلد نیستم، ولی انجام نمیدم. ولی دست پختم خیلی خوب، مثلا سالات سزارم خیلی خوشمزه است. چیزه تنبله اسم تنبلی؟ نه اصلا آدم تنبلی. منظمی تو زندگی؟ آره خیلی خیلی. واقعا انضباط داری؟ آره خیلی. نیما تو چی انضباط داری؟ من انضباط خیلی دارم سعیش میکنم. آدم منظمی نیستم ولی دارم سعی میکنم آدم با انضباطی باشم. وقتی با هم دو نفر پارتنر همه میرن بیرون، بالاخره هر هفته چند بار شاید برن دیت، کافه، رستوران، وضعیت اقتصادی هم که همه میدونیم چجوریه تو کشور ما، وظیفه کیه که حساب کنه؟ من بگم؟ هر کی دوست داره اول هستی بگه بعد من. هستی بگه. به نظرم هر دو طرف، ولی خیلی بیشتر موافقم با اینکه کنار بیان با هم دیگه، حالا راجع به هر چیزی. مثلا شاید توی شرایطی باشه که طرف دو ماه مثلا وضعیت مالی خوبی نداشته باشه، پسره، میتونی درک کنی باهاش میمونی تو اون شرایط؟ ولی به شرطی که بدونم آینده اینجوری نیستا، یعنی داره تلاش میکنه. آره نظر من مثلا خودمو بخوام بگم، یه نفر رو دعوت کنم به یک جایی، اون میشه وظیفه من که پرداخت کنم اون هر چیزی که بشه، ولی وقتی ما میخوایم بریم تو رابطه هفته دو سه بار همو ببینیم، دیگه به نظرم وظیفه شخص خاصی نیست، هر چی دوست داری. آره بعد من اینجوریام که مثلا طرف کافه رو حساب کنه، من سینما رو حساب میکنم. این میشه توافقی، اونم که آره بخو همین سعی میکنه تو این داستان بالانس رعایت کنه. آره این سعی. نیما اگه میتونستی یه ویژگی رو خیلی راحت به خود اضافه کنی، چی اضافه میکردی؟ من ارادم رو میبردم رو صد. نمیدونم. نیما با آدمی میری تو رابطه که اخلاقش شبیه پدر مادرت باشه؟ 100%. چون خیلی مهمه این داستان. 100% میرم. شبیه مادرم باشه. اوکی باید. آره باید کله میاد. شما رو بده با خانواده بیا. نیما کراش سلبریتیت کیه؟ همه چون یه رونو دارن. یه سر دوالیپا خودش از چشم انداخته ولی همچنان دوالیپا خوبه. نه آخه این پارتنر جدیداشو نبودی کی؟ جان بچه تر بودی کی؟
بچه تر بودم بانو جنیفر لوپز. جنیفر لوپز آره واقعا. تو چی؟ من اصلا ندارم. به دروغ میگی. اصلا که حتی کراش سلبریتی چی؟ حتی کراش مثلا آدم میشه. آره ندارم. اینجوری نیستم که روی یکی زوم باشم. منم زوم نیستم روی یکی. ولی خب که همه میرسه. در حال حاضر میرسه. نیما دلش دریاست. نه نه. نه واقعا. میگم دوالیپا خودش از چشم انداخته. چرا دوالیپا؟ بابا این دوست پسر جدیداش خیلی عجیب غریبه. در شأن این خانم نیستم. نیما نگرانه. در شأن این بانو نیست. اوقات فراغتت چیکار می‌کنی؟ من اوقات فراغتمو معمولا زنگ می‌زنم بچه‌ها بریم بیرون دیگه. البته ورزش کردن واسه من خودش اوقات فراغته. شاید بعضی حساب نکنم ولی من تفریح میدونم ورزش کردن و اونم خیلی دوست دارم. شما اوقات فراغتت رو چی کار می‌کنی؟ تفریحاتت رو بگو. مثل پیک نوروزی شد. اوقات فراغت خود رو چه کار می‌کنی؟ مکالمه‌های عربی. یوتیوب می‌بینم و من آره من وقتی حالا البته میشه یه سوال دیگه. نه من یوتیوب می‌بینم. یوتیوبر مورد علاقت کیه؟ نیکی. نیکی سمی؟ نه. نیکی کریمی. نمی‌شناسم. یوتیوبر مورد علاقه. یوتیوبر مورد علاقه من کوروش زرندوزه و خب عرفانم که نه پیجو عرفان می. آره کوروشو گفتم دیگه یه خودتو قاطی کردی من کوروشو می‌خواستم بگم. پیجشو بستم. خب بچه‌ها دیوارو می‌خوایم برداریم. نه قبل اینکه دیوارو برداریم. ای بابا قراره که به هم نمره بدید. آماده اید؟ من وسایل نمره دارنتون رو بیارم برات. الان ببین مجموعه 10 امتیاز داریم. شما الان از 1 تا 6 به مچ بودنتون با هم نمره میدید که به نظرتون چقدر تفاهم دارید و اوکی میشه این رابطه اگر رابطه پیش بیاد و بعد که دیوار رو برداشتیم همدیگر رو دیدید به اون 6 تا 10 میتونید نمره اضافه کنید، یعنی 4 تا نمره میتونید اضافه کنید یا میتونید دست بزنید به نمرتون. کم نمیتونید بکنید ولی من ماجیک ندارم. بچه نمراتون رو نوشین؟ بله. یک تا پنج دیگه، یک تا شیش اول دیگه برای مچ بودن. تو نیما به نظر که هستی به چند داده؟ به نظر من مچ بودین، پنج رو به نظر من داده بودن. هستی به نظرت نیما به چند داده؟ چند میده یعنی؟ چهار. بیارید بالا نمراتون رو، ولی به هم نشون ندید، به دوربین نشون. معکوس گفتید دقیقا جو فکر. به پنج داد نیما، به 4 داد هستی. آمادید ببینید هم دیگه؟ نه. نه دیگه معکوس نگفتیم که بنده خدا خودش 5 بهم داده. آره دیگه معکوس. آها. چه استرسی دارم. اما چیکار کنم؟ اون بره. بچه‌ها شما اون بره نگاه کنید. آفرین. اون مگه اونو نگاه کن. دالی بازی من. برگرد آفرین. برگرد از اون بره. به خدا نمی‌بینم. نه، بعد برگرد صحبت نکن. بذار منم بیام. Let me tell you something. من میرم میگم شما رو جذبیت کردم. اصلا فکر نمی کردم. انگار از پرورشگاه بودی. چرا؟ بهتر فکر میکردی یا؟ نه بدتر فکر میکردم. بدتر خب خوبه خدا. هستی چند اضافه میکنی؟ 4 نمره بود برای چهره و اینا. 3 نمره اضافه میکنم. اوه سه نمره اضافه کرد. نیما تو چند اضافه میکنی؟ البته نه بعد مثلا اینجوری میگفت اضافه میکنم که فهمه حالا که تو رو درواسی موندی دیگه من میام رو کم تو رو درواسی نمیدم. من 2 نمره اضافه میکنم دیگه. تو هم 5 بودیم. خب یک میشیم 7 مجموعه. 7 و 7. آقای دوتا خیلی مچ شدن. چه کنیم دوستان؟ ادامه خیلن خدا حافظ. نه بچه ها نظرتون چی بود؟ بازم دوست دارید بلایند دیت شرکت کنید؟ بله خوش گذشت. من لذت بردم واقعا. بازم کنید چیزم یاد میگیرید. خیلی هم دوست دارم تو پشت صحنه هم باشم. حال میده. پشت صحنه هم خوب ما میشه. میبینی میخندی. رفاق آدم جون که این ویدیو رو تماشا کردید مرسی از نیمای عزیز، مرسی از هستی عزیز که تشریف آوردن و هر چی نقطه نظر دارید تو کامنت برامون بنویسید. سعی میکنیم بهشون اهمیت بدیم. مراقب خودتون باشید. فعلا خدافظ. نگهدار.